بازیشون 0-0 مساوی بود. بریم به کرمان ببینیم که در مسابقه چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. با گزارش که مرکز کرمان همراه میشیم و بعدش با آقای نامجو متق در بین دو نیمه صحبت خواهیم کرد. میشه الان دید از این آره خب به نظر که ارتباط صدای ما برقرار بشه با مرکز کرمان، با گزارش که همکار کرمان در واقع همراه خواهیم شد. پرتاب از سمت چپ بازیکن مثل سرچشمه باید انجام بدن. تیم مثل سرچشمه پرتاب اوت مثل که بهره بره بلند به داخل محوطه جریمه حقیقی توپو اشتباه میکنه و توپی که توی دروازه قرار میگیره. عجب گولی زدن بازیکن مثل سرچشمه. دقیقه که نه ثانیه چندم بود آیه نامجوتا پرسپولیس آخر جدول شدن رو حالا تجربه میکنه در لیگ. حداقل فعلا میره در انتهای جدول. پاس گل خوبی داد علیرضا حقیقی و 1-0 تیم مثل سرچشمه. جلوی بازیکن صربستانی این تیم هست که این توپ رو در دهانه دروازه عریف قرار داد. 1-0 مثل سرچشمه. من که اصلا باور نمیشم چی اتفاق رو گفتم که چیزی شده، یه خطایی چیزی شده، اما توپ قشنگ رفت در دهانه دروازه قرار گرفت. خب دیگه صدا هم اومد و بریم با گزارشگر کرمانی همراه باشیم. همراهان محترمی که در سراسر کشور ما رو همراهی میکنن با گل ثانیه هفتم هشتم تیم مثل سرچشمه که شما الان تصویرش رو میتونید ببینید. بازی بسیار زیبا خواهد شد. همین ابتدای کار مس از حریف نامدار خودش پیش میفته. صحنه به ثمر رسیدن گل رو یه بار دیگه ببینید. اینجا بود که برنوویچ به این شکل دروازه رو باز کرد و علیرضا حقیقی هم فقط تماشا کرد که به چه شکلی توپ به تور دروازه پرسپولیس میچسبه. پس مس سرچشمه رفسنجان 1 پرسپولیس تهران 0. اجازه میخوام که خدمت هموطنان عزیزم عرض سلام و احترام. شکوری توپو پرتاب میکنه برای نصرتی. توپ از زیر پای ممتال گذشت. حالا سامره یه ضد حمله میتونه شکل بگیره از جناح چپ مظفری. اونجا مسلم فیروزآبادی هم هست. اگه اونو ببینه خود مظفری همچنان توپو در اختیار داره و یه لحظه سامره هنوز هم میتونه دروازه باز بشه و میشه. گل دوم رو علی سامره به ثمر میرسونه. این چهره کاپتان تیم مس که دروازه تیم پرسپولیس رو برای دومین بار باز میکنه و به این شکل خوشحالی رو به اردوی مثل سرچشمه رفسنجان و این تماشاگران میاره. واقعا روی این گل مدافع پرسپولیس مقصر بود. حمید استیلی هم که دیگه مونده تو کار بازیکنای خودش. مس 2 پرسپولیس 0. علی سامره‌ای که خیلی حرف برای گفتن داره حالا دو گله میشه و اینجا باز هم دروازه پرسپولیس رو باز میکنه. تماشاگران هم یک صدا علی سامره رو تشویق میکنن. اینجا ببینید مظفری دو سه مدافع رو به خودش مشغول کرد. سامره ضربه رو زد، دفع ناقص حقیقی و اینجا دیگه سامره اینقدر تجربه داره که یه همچین توپای رو گل کنه. کاری از نصرتی حقیقی و علیرضا محمد هم بر نیامد. حالا باز هم از جناح چپ علی سامره. مسلم فیروزآبادی دوباره حرکت کرده. دفاعی تیم مس تشکیل میشه. کریمی و نوری هم پشت توپ هستن. محمد منصوری هم اونجا هست اما به نظر میاد که علی کریمی بخواد این ضربه رو بزنه. حالا تک و تنها همه چشم‌ها به پای علی کریمی دوخته شده و ضربه‌ای که به این شکل دروازه مثل
سرچشمه رفسنجان رو باز میکنه. مس 2 پرسپولیس 1. حالا پرسپولیس به بازی بر میگرده با ضربه استادانه علی کریمی کاپتان این تیم و خوشحالی رو به جمع این تماشاگرانی میاره که تا چند دقیقه پیش فریادهای دیگری رو به شکلی اعتراضگونه سر میدادند. علی کریمی کاپتان تیم پرسپولیس در تصویر میبینید که چگونه دروازه رو باز کرد، واقعا قشنگ زد و اصغر کرم‌اللهی هم حیفش اومد که این صحنه کوتاه. خود کریمی توپو در اختیار داره، حالا میخواد از اون حرکات انفجاری خودش رو داشته باشه که توپش رو میگیرن. ترشیز، مولایی، توپ بیرون میره برای مس. خود مجتبی ترشیز میره که توپو پرتاب کنه. بازیکن سابق تراکتور. حالا ترشیز توپو به بیرون میزنه تا این بار پرسپولیسی ها پرتاب کنن. غلامرضا رضایی در محوطه جریمه توپش رو ارسال میکنه. فرصت و گل. گل برای پرسپولیس. بازی به تساوی کشیده میشه. و کاظمیانی که اینقدر خوشحال شد که رسما به داور اعلام کنه کارت زردت رو آماده کن. پرسپولیس 2 مس سرچشمه رفسنجان 2. و تماشاگران پرسپولیسی که حالا خوشحال میشن و جشن شادی میگیرن در استادیوم شهید باهنر کرمان. پا به پای هم تا اینجای کار پیش اومدن این دو تیم. از بازیکن با تجربه‌ای مثل کاظمیان هم بعیده که اینجوری به این راحتی کارت زرد بگیره. محمد نوری اینجا اثر گذاشت و واقعا همه چیز رو آماده کرد برای کاظمیان که یه جورایی دروازه خالی رو باز کنه. کنترل خوبی داشت و اینجا دیگه کاظمیان کاری نمیتونست بکنه غیر از گل زدن.